بیا پیش بیا. این گرست نشه. بیا بیا. بخ. چی بریزم؟ بسش باش. بیا. آخه. آخه گوش نشه. ننو. ببین دوستت. ننو دوستت نگاه کن. میخوای فرار کنی از خونه بری اینجوری میشه عاقبته. ببین ننو دوستت چقدر شیک توئه. بخو بخو. تو بلو. چه نگاهش میکنه؟ یه باش حرف زن. یه فامیلی چیه؟ یه واسه. آره. نپرم بهش. نه اینجور چی ساکه. چاق نعنایه. خیلی خیلی خوشش اومده. غذای نعنا. قسمت. دیگه از این غذا نمیشه به نعنا بدیم ها؟ چون نعنا واکسن زده است. گربه نه نه یعنی من غذا رو بنویز دو نه دیگه باشه گربه ها اینجا بخورن میخورن سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. ما داریم میریم یه خونه ببینیم، چون خیلی میدونم وقتی که میریم خونه های مختلف رو میبینیم هم قیمت ها رو دوست دارید بدونید هم مدل خونه ها رو. من خودم هم همینطوریم هم. گفتم حالا که داریم میریم برای شما هم فیلم بگیرم. این خونه رو ما داریم، یعنی دنبال خونه میگردیم برای یکی از اعضای خانوادمون که حالا این اعتقاد رو داره، میگه تا نشده به کسی نگید. داریم میریم ببینیم، حالا بپسندیم و کاراش انجام بشه دیگه میگیم برای کی میخوایم. بریم با هم ببینیم چطوریه، چون یه برجی اینجا به نام برج کوهستان که خیلی ویو قشنگی داره، خیلی هم توش قشنگی و تر و تمیزه. خودمون حرکت کردیم، ببینیم ساعت 13:54 دقیقه است، ببینیم که کی میرسیم چون نزدیک خونه ماست. این قسمت چون بالاه خیلی وقتی برف میاد زمستونا خیلی خوشگله. حالا این برجی هم که میخوایم بریم قسمت بالای پردیس قرار داره. اینه؟ نه اینجا نیست. این نیست؟ نه جلوتره. ولی همینطوری بالاه که ویو خیلی قشنگی داره. یکم هم فرد مورد نظر سخت گیره، انشالله که بپسنده. حالا دلم میخواد شما توی کامنت ها حدس بزنید که خونه رو برای کدوم یکی از اعضای خانواده میخواییم. یه راهنمایی بکنم که من نیستم. کلن این قسمت خیلی برجای قشنگی داره. من داخلشون رو ندیدم، فقط توی عکس دیدم، ولی بیرونشون رو دیدم خیلی پسندیدم. کوهستان اینجا میشه. هر جا یاران دریان داره اون آشم به نظر من خوبه. ملاک من. آها این چیزه کوهستانه. میگیری برای من رو بفرستی چون دیگه نگیرم بعد نمیاد بیم
بگیرم اکثر برنامه رو تو واتساپ چون مشتری میارم افیل میارم اونا چه خوشگلن، چقدر تراسش قشنگه، نگاه کن ببین آجوری کرده. زوم کنم، تراسش خیلی قشنگه. اتاق باباش خیلی کوچیکن، سه تاش، یعنی یکیش برای سه تا، دو تا. آره یکی شاید کرد برای شد. آره گیر کردم. همینطور که رفتیم خونه دیدیم و اومدیم، من به کارامم برسم، میخوام یه ترشی درست کنم، ترشی بادمجون، ولی بادمجونامون این شکلیه، بادمجون فرانسوی. من خودم تا حالا ندیده بودم. رفتم همدان، اونجا که براتون فیلم گرفتم، امامزاده کوه انواع و اقسام فلفل رو داشت و بادمجون. بادمجون سفید بود، براتون فیلم گرفتم که دخترخاله شوهرم درست کرده و میگفت خیلی شیرینه. یعنی این بادمجون مزهش فقط شیرینه، اون تلخی رو نداره. بعد گفتم آقا اینا چیه؟ گفت اینا بادمجون فرانسویه، میخوام باهاش ترشی درست کنم. برای ترشی هم که مثل ترشی های دیگه سبزی معطر میخواین. من دیگه چون خیلی کار داشتم از سبزی خشک استفاده میکنم. بعد ادویه‌مون هم که زردچوبه و نمک و گلپر و تخم گشنیزه که بومیدم و دیگه بگم خدمتتون، سرکه، اینم که بادمجونم، یکم هم سیاه‌دونه، حالا میارم باهاش مخلوط میکنم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که مثل بادمجون سیاه که لیته درست میکنیم، این بادمجون رو بذاریم با سرکه و با یکم فلفل تند بجوشه نرم شه، مثلا در حد 20 دقیقه تا نیم ساعت. من سیرم یادم رفته، سیرم بذارم که بعد با هم دیگه درست کنیم. یه موقع دیدید چقدر کارهای آدم به هم دیگه میفته، یه موقع بیکاری حوصله سر میره که این حوصله سر رفتن من چند سالیه ندارم با ویدیوهایی که میگیرم، ولی کلن یه موقع ها خیلی کارات حالا همون اندازه رو انجام میدی و دیگه وقت میکنی بری یه تلویزیون ببینی و اینا، ولی یه موقع ها این کارا به هم میفته، مخصوصا مثلا ایام عید. دیدید هرچی هم جلوتر کارامون رو شروع میکنیم، روزای آخر عید داریم میدویم، حالا یا سفره هفت سین رو آماده کنیم، یا مثلا حالا واسه بچه‌ها یه چیزی تهیه نکردیم، یا مسافرت می‌خوایم بریم. بعد برای عروسی‌ها و مراسم‌ها هم همینطوره، هرچی از قبل دنبال لباس و این چیزا باشیم، روزی که دیگه داره نزدیک میشه به اون مراسم، باز یه کارهایی هست که بدو بدو باید انجام بدیم. حالا این هفته ما هم کلا پر از مشغله بود. ماما اینا پیش ما بودن، خونهشون رو داشتن نقاشی میکردن، کابینت ها داشت همه درست حسابی میشد، عوض میشد. بعد ما چی کار میکردیم؟ صبح که بیدار میشدیم غذا درست میکردیم برای کسانی که اونجا دارن رنگ میکنن، که آقای نقاش و حالا اون آقایی که داشت کابینت درست میکرد و اینا.
ما وقتی که با هم دوره هم هستیم، چه با مامان اینا مثلا میرم خونه اونا، چه اونا میان اینجا، از ساعت خوابمون یکم دیرتر میخوابیم. ولی خب مجبور بودیم صبحش بیدار شیم و این نهارا رو آماده کنیم و دیگه بریم بهشون بدیم و بیایم و دیگه این بینم دنبال خونه بودیم. درباره خونه میخواستم توضیح بدم، دو تا خونه‌ای که ما دیدیم، دوستانی که حالا آدرس میخوان، جایی که ما رفتیم و خوششون اومده، انتهای خیابون شکاری فاز 1 یه برجی هست به اسم برج کوهستان. بعد من همیشه از جلوش رد میشدم، خیلی خوشم میومد که یه واحدی اینجا بگیرم. یه بار رفتم گفتن که واحد خالی نداریم، میخواستم اینجا رو بگیرم، گشتم نبود. بعد دیگه این دفعه که رفتیم که براتون فیلم گرفتم، دیدیم که خیلی قشنگی، حالا توی فیلم دیدید لابی خیلی خوب، نگهبانی، همه چیز خوب. حالا از نظر من این بود که این برج به این مهمی و به این بزرگی یه متراژ بودن همشون، یعنی به ما گفتن 120 متر، ولی اصلا به 120 متر هم نمیخورد. ویوش قشنگ بود، مثلا کوه بود، پردیس کلش پیدا بود، روزای برفی معلوم بود خیلی قشنگ میشه، ولی از نظر من برای یه زن و شوهر مثلا یه عروس و داماد خوب بود که یه سالن تقریبا کوچیکی داشت که یه دست راحتی جا بشه، یه تلویزیون، یه ناهارخوری در حد 4 نفر. بعد اتاق خواباش به قدری کوچیک بود که باید تختتو میذاشتی توی یه اتاق، دراورتو میذاشتی توی یه اتاق دیگه، یعنی انقدر کوچیک بود با هم جا نمیشد. بعد برای من که اصلا به درد من نمیخورد، کسی که مثل ما باشه 4 نفر باشه اینا به دردشون نمیخورد. بعد 800 میلیون رهن کاملش بود، یا میگفتن 600 تومن چقدر؟ 600 تومن؟ 6 تومن 12 تومن نه اون 12 تومن 600 تومن 6 تومن بیوش میگم خوب بود، توش تمیز بود، ولی از نظر من به این مقدار پول زیاد بود. بعد گفتیم متراژهای دیگه، گفت همه همین اندازه است. بعد یه چیز دیگه هم که بود، من جایی میرم برای اجاره و به حال خریدن و اینا، شارژ رو میپرسم، گفتن که شارژش 700 هزار تومنه در ماه، چون خیلی رسیدگی داره. حالا هیچی، ما اومدیم رفتیم این قسمتی که گفتم سروستان توی فاز 3، یه جای دنج خیلی خوبیه که نگهبانی داره، دیگه سنگ فرش داره، خیلی من خوشم اومد اونجا رو. نه از محوطه اونا تو روزش هم عکس نه آسانسور نداره، ولی این نمایدش سلام. سلام. خوش خوش بیشتر بود. خوش آسان چی باید تراسش همینه فقط؟ یه دیگه کچه دارم باید کنی این تراس کنی فریادش یه رنگم میخواد. اونو که خواب باشه ترسشو ببینیم. این دیگه خیلی کوچولوه. کوچولوه مثلا لباس رنگ کردن و اینا. حالا این دیوش خوبه. یه
سرویسش نمکه از اون برم ندارم از راپله جرده آه عزیزم نبا آه این پارکینگ آخه انباری درمیتی آه انباری بزرگی هم آه انباری اینم پریاده آخ آخ و خیاطو میتونی مثلا استفاده کنی؟ بله. ای خدا چقدر بامزه. آره بخشم میشه. خدا حیاتش قهر. خدا میتونن استفاده کنن از خیاط. این پارچه گوشت برای اینکه فرش پهن کنه و میشین دوباره اونجا. نه حیاط. آره ما خونه اینجور دلواز خیلی دوست داریم. پیشی سلام. اون پولاشه. حالا روز خیلی قشنگ تره اینجا. دیدم نداره خیلی به جایی نه حالا اگه سخت کنیم آنه که سخت بشه پارک نکنیم نه متشکرم خواهش میکنم مرسی خیلی زحمت خدا بسید سلامت بشید این چیه؟ اتاق ورزش رو خود خودم چیه؟ منظور اینه که مورد استفاده شده مورد شما اگر بخواد برزر کار بشید میتونید استفاده آره دیگه اینجا کامله جیم هم داره آره باز روزم فیلم میکنی ما طبقه بابا محلش خیلی خوبه سروستان این قسمت سنگفرشش از اون قسمت بیرونش خیلی خوبه دیگه اینجا دینجی رفت و آمدی از جای دیگه فقط اهالی ساکن هم اینجا که میگم کامل براتون فیلم گرفتیم بعد اونجا تمامش دو طبقه است یه حالت ویلایی داره دو طبقه توش خیلی فضای مثلا سالونش خوب بود مثل سالون ما بود اینو خیلی خوشم اومد که دو تا پله میخورد میرفتی اتاق خوابا اتاق خواباش کامل سرویس جا میشد دیگه نمای اتاق خوابش به کوچه همون کوچه سنگفرشه بود از این سمت هم باز نما به کوچه کناری بود از سمت پذیرایی و آشپزخونه و ایوونش و اینا بعد حیات هم مشخص بود بعد یه خوبی هم که داشت طبقه اول بود طبقه بالا آقای صاحبخونه بود گفتش که شما میتونید از حیات استفاده کنید میومدید پایین حیاتش خیلی باصفا بود یه حوض خیلی بزرگ بود و دیگه تخت و گفتن یه موقع مهمون دارید بیارید پایین و خیلی آقای محترمی بودن یه اتاق کوچیکم پایین داشت گفتم این چیه؟ گفتن این چیزه سالن ورزش ماه شما میتونید بیاید توش ورزش کنید یه چی دیگه اونو من خیلی بیشتر خوش آمد تا این یکیو یک میلیارد رهن کاملش بود به نظر من ارزش داشت که 800 تومن اونو بدی یا 1 تومن اینو بدی. حالا اون نوساز بود ولی این فکر میکنم برای سال 99 بود. به نظر من خیلی قشنگ بود. خیلی خوب برای کسی که بخواد بره رهن کنه تا 4 نفر قشنگ خوب بود جواب میداد. حالا اگر سه خوابه نخواد. بعد هیچی این دوتا رو دیدیم. فلفل و نمک و زردچوبه. به همراه سرکه. سرکه دست رنج مامان من چند بار گفتم بیشتر ترشی رو سعی کنید با سرکه خونگی درست کنید تو سرکه های بازاری میگن اصلا سرکه نیست و ناگفته نماند که مامان سرکه هاش زبان زد فامیله قبلا مادر بزرگم بود حالا مامان بادمجون ها پخت حالا از توی سرکه در میاریم می‌ریزیم توی ظرف شیشه‌ای بعد توی سرکه مواد دیگه‌مون رو اضافه می‌کنیم و می‌ریزیم تو شیشه و دیگه کارش تموم میشه. تا یه هفته دیگه آماده است.
ولی خب من حوصله‌ام داره سر میره با این قاشق. قاشقو بزرگتر بیارم. این تابستون که من دو سه دفعه رفتم مسافرت چاق شدم متاسفانه، حدود 1.5 کیلو وزنم اضافه شد که دیگه دارم میرم باشگاه. یه باشگاه نزدیک خونه مامانینا افتتاح شده، هم وسایلش نوعه، با سانال دوتایی میریم. تردمیلاش زیاده، چون بعضی باشگاه دیدی تردمیلاش کمه، باید بایدی تو صف تا بهت برسه، ولی اینجا نه، هم مربیش خوبه، همین که تردمیلاش زیاده و دیگه وسایلش نوعه. ولی خب من چون خیلی پیلاتس که میرفتم و دوست داشتم، این دوره تموم شه میرم پیلاتس. ورزش گروهی رو من ترجیح میدم، یه انرژی دیگه میگیرم. برای ترشی نکته های مهمی که واسه ترشی من میدونم اینه که نمکشو به اندازه بزنیم، به خاطر اینکه رنگ ترشی تار میشه، کم رنگ میشه. هر مدل ترشی که درست میکنیم اول تو ظرف نمکش اینا رو بزنیم، یه روز بذاریم بمونه. حالا الان این ترشی من کمه، ولی ترشی های بزرگ واسه زمستون درست میکنی، توی اون لگنایی که درست کردیم ظرف بزرگا بذارید یه روز بمونه، این نمک بره به خورد مواد که وقتی میچشیم فرداش، چون میره به خوردش دوباره کمتر میشه، که وقتی که فردا میچشیم نمکش به اندازه باشه، چون نمکش اندازه نباشه رنگش میپره. بعد یکی دیگه از سبزی تازه اگه استفاده میکنید حتما بذارید آبش جمع بشه، چون سبزی اگر آب داشته باشه ترشی رو خراب میکنه، کفک میزنه. به خاطر همین من ترشی چیزه سبزی خشک استفاده میکنم، خیالم دیگه راحت تره. دوازده شب که میای کاری بکنی حواست جمع نیست. این چیزو سیرو باید لابلاش میدادم، من ندادم، ولی خب یکم جا به جا میکنم که سیرا بره توی مواد. این ترخونه هیچ وقت خدا رو شکر تشخیص نمیدم، باید روشو بخونم حتما. مرزه اینا رو مامان خوش میکنه برام. مامان سالانه سبزی خوش میکنه به من و خاله و هانیه جون میده، اینقدر راحت میشیم. یه دفعه مثلا سبزی میخوای یادت رفته بگیری، سبزی معطر، کوفته میخوای درست کنی، دلمه میخوای درست کنی، راحت داری. این پونه کوهیه خودم گرفتن، یه کوچولو میرزم توش. خب خیلی کارم را میدازه این سبزی ها. آره سیادونه، گلپر، زردچوبه. آره تو عبدالخیال تابستونه پایه بود. تخم گشنیزم حتما وقتی که میسابید یکم بو بدید که اون عطرش آزاد بشه. اینم از این هم میزنیم و میریزیم رو شیشه و تمام. چه عطری گرفت با این تخم گشنیز، چه عطری گرفت. من نمکشو بچشم کم نباشه. ترشی ما یکم خنک بشه دیگه درش رو ببندم و بذارم کنار. توضیح آخر هم این که حالا باز دوباره رفتیم دنبال خونه براتون فیلم میگیرم. کسی که قراره این خونه رو بگیره میتونه توی فاز 11، فاز 5 یه واحد بخره، ولی ترجیحش اینه که با همون پول یه جا رو رهن کنه. میگه میخوام مثلا حالا یه جای دلبخواه بزرگ باشه، تراس داشته باشه، این شکلی میخوام. حالا کامنت های شما هم بی تأثیر نیست، ما حرفمون این بود که بخرن. گفتیم حالا اونی که میخواید بدید رهن رو بخرید که خونه است بالاخره دیگه. میگن خاک خوبه و هیچ وقت ضرر نداره، ولی خب دیگه خودش میگه که میخوام رهن کنم. حالا شما هم ما رو راهنمایی کنید، فکر کنم بیشتر از اون نظر منو دارید. حالا یه جای خوندم میگفتن که دو تا کارمند بودن، حقوقاشون یه اندازه بود، بعد اینا بازنشست شدن. یکی از کارمندا تا نصفه ماه، یعنی نیمه ماه که میرسید،
پولش تموم میشد به خاطر اینکه توی این نیمه ماه بهترین رستوران میرفت، بهترین لباس رو میخرید، با مثلا حالا آژانس میرفت و میومد، نیمه دیگه ماه رو غذای ساده میخورد و با اتوبوس میرفت و اینا. اون دوستش که کارمند بود اونم، اون نه، اون از اول ماه اتوبوس سوار میشد، ملاحظه میکرد و اینا. بعد وقتی که بازنشست شد بهشون، به دوستی که ملاحظه میکرده، به اون میگه که تو چرا این کار رو میکردی آخه؟ میگه که ببینم تو الان این همه سال کارمند بودی، بهترین غذای فلان رستوران رو خوردی؟ میگه نه. میگه مثلا برند این کفش رو تا حالا پوشیدی؟ میگه نه. میگه خب من نصف ماه اونجور که دلم میخواست زندگی کردم، نصفش رو ملاحظه کردم تا دوباره حقوقم بیاد. پس تو توی این سالها هیچ کدوم اینا رو تجربه نکردی، ولی من با اون حقوقی که اندازه تو میگرفتم همشون رو تجربه کردم. این هم یه نظریه که خب بعضیا نظرشون اینه دیگه، میگن ما میخوایم با پولی که داریم لذت دنیا رو ببریم. از حضورتون مرخص میشم، دیگه ساعت 12 شبه، فردا هم باز کار داریم خونه مامان اینا، براتون فیلم میگیریم. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.